امروز میخواییم داستان مردی رو براتون تعریف کنیم که زمانی که بچه بوده رئیس گروه یاکوزا جلوی چشمش سر مادرش رو بریده و حالا بعد سالها برمیگرده که ازشون انتقام بگیره، که البته تو این مسیر دختر مورد علاقهش رو از دست میده. به کانال فیلم استوری خوش اومدین. امروز میپردازیم به داستان فیلم دارک. در ابتدای داستان میریم به کشور ژاپن و داخل یه فاحشه خونه که متعلق به گروهی به نام یاکوزاست، یه پسر بچه به نام دارک رو میبینیم که مادرش تو اون تلمبه به خونه کار میکنه و بعدش پسر رئیس اون تشکیلات توشی رو میبینیم که یه حرومزاده پلاس دنده اتوماتیکه و همیشه مادر دارک رو آزار میده. مدتی بعد دارک صدای فریاد مادرش رو میشنوه و یه چکش رو برمیداره و میره داخل اتاقش و میفهمه که توشی داره مادرش رو کتک میزنه. اون با چکشش از پشت به توشی ضربه میزنه و بعدش مادر دارک برای دفاع از پسرش به توشی حمله میکنه و در حالی که زخمی شده با دارک از اون فاحشه خونه فرار میکنه، اما آدمای یاکوزا میافتن دنبالش و اون مجبور میشه که دارک رو مخفی کنه. یکم بعد آدمای یاکوزا مادر دارک رو میگیرن و میبینیم که پدر توشی گینزو که رئیس گروه یاکوزاست میرسه اونجا و جلوی چشم دارک سر مادرش رو می بره. دارک برای زنده موندن مجبور میشه دزدی کنه و به خاطر همین میندازنش زندان و بعدش میریم به سالها بعد و دارک رو میبینیم که از زندان آزاد میشه. اون تو این سالها تبدیل به خلافکاری حرفه‌ای شده و میفهمه که یه مامور اینترپول به نام لافیک ترتیب آزادیش رو داده و در قبالش ازش میخواد که برای آزاد شدن دخترش از دست گروه یاکوزا بهش کمک کنه. اما دارک میگه من هیچ گوهی نمیتونم برات بخورم. لافیک هم میگه باشه، منم دوباره میندازمت زندان. بعدش دارک میره سراغ آدمایی که باعث شدن این مدت بیفته زندان و سوراخشون رو تبدیل به عوارضی قزوین رشت میکنه. دارک بعدش یه واحد اجاره میکنه و اونجا همسایه روبروش آیوی رو میبینه که خرت و پرتاش ریختن رو زمین و بدون گفتن یه کلمه حرف بهش کمک میکنه و اونم ازش تشکر میکنه. بعدش دارک جلوی در واحدش یه پاکت میبینه که داخلش عکسای دختر لافیک و یه فیلم وجود داره و همزمان در خونه‌شو میزنن و میبینه که آیوی اومده که بهش یه بطری آبجو بده و خودش رو بهش معرفی میکنه. روز بعد لافیک بازم میره سراغ دارک و بهش قضیه مادرش رو یادآوری میکنه، چون میدونه دارک یه هیولاست و میتونه بهتر از پلیسا دخترش رو پیدا کنه. اون عکس توشی رو بهش نشون میده و اون شب دارک صورتش رو صفا میده و لافیک میبرتش سراغ پسر توشی شیگیرو که یه ازگلی مثل پدرش و زمانی که داره با یه گروه درگیر میشه اونا میخوان بکشنش، اما دارک میاد کمکش. دارک میخواد از اونجا بره، اما شیگیرو جلوشو میگیره و بهش پیشنهاد میده که برای اون کار کنه. اون به دارک یه گوشی میده و روز بعد در حالی که دارک داره ورزش میکنه، آیوی با یه بطری شراب و یه پیتزا میاد سراغش و میره تو خونهش. اون به دارک میگه به هم دست نمیزنی، ترتیبم هم نمیدی. دارک هم میگه باشه باشه. اونا مشغول خوردن میشن که یه دفعه گوشی دارک زنگ میخوره و شیهیرو بهش آدرس یه جایی رو میده و آیوی هم پیتزا رو میذاره تو یخچالش که بعدن بخورنش. بعد شیهیرو به دارک یه اسلحه میده تا برن ترتیب یه عده رو بدن. دارک اونجا شروع میکنه یک یک اون آدما رو سوراخ سوراخ میکنه و بعد شیهیرو ساختمون پدر بزرگش رو به دارک نشون میده و با خودشون سر یکی از اون آدما رو میبرن پیش توشی پدر شیهیرو و دارک اون سگزاده رو میبینه یاد کارهایی میفته که با مادرش کرده. شیگیرو دارک رو به پدرش معرفی میکنه و اون یه جورایی به دارک مشکوکه که نکنه اون یه جاسوس باشه. به خاطر همین توی تلمبه خونه شخصیشون یه عده رو میفرسته سراغش، اما دارک ترتیب همشون رو میده و همزمان پشمای توشی با دیدن مهارت‌های دارک به دست بادهای موسمی به پرواز در میان. توشی بعدش به دارک پول میده و بهش میگه تو از الان یکی از
ما هستی. اون شب شیگیرو یه زن به نام لیزا رو میفرسته پیش دارک که شیرش رو بدوشه و میبینیم که دارک مشروب و پیتزایی که آیوی بدبخت براش آورده بود و به لیزا میده که بخوره و بعدش بهش یکم پول میده، چون میدونه اونم مثل مادر خودش گرفتار اون آدما شده. بعدش آیوی موقع رفتن لیزا از خونه دارک جلد پیتزایی که خریده بود و دست لیزا میبینه و از این قضیه ناراحت میشه. مدتی میگذره و دارک با کمک کردن به شیگیرو تعداد زیادی از دشمناشون رو از بین میبره، تا اینکه یه شب تو فاحشه خونه لیزا رو پیدا میکنه و ازش راجع به دختر لافیک میپرسه. اما اون میگه من اون دختر رو نمیشناسم ولی آمارش رو برات در میارم. مدتی بعد در حالی که دارک یه کلاه معتادی سرش گذاشته از خونش میره بیرون و همچنان آیوی رو نادیده میگیره و همزمان از اون طرف افراد یاکوزا دارن از لافیک اطلاعاتی درباره دارک میگیرن که ما میدونیم لافیک برای اینکه دارک دخترش رو نجات بده بهشون اطلاعات دقیقی نمیده. همون موقع دارک وارد خونه توشی میشه و دونه دونه نگهبانهاشو میکشه، تا اینکه به یه نگهبان کچل برخورد میکنه و علارغم مقاومت قابل تقدیر اون کچل، دارک یه چاقو فرو میکنه تو سرش. اون بعدش وارد اتاق توشی میشه و به جفت پاهاش و دست شلیک میکنه و بعد اینکه لیزا رو داخل حمومش میبینه ازش میخواد که همونجا بمونه. بعدش توشی به زبان ژاپنی به لیزا میگه کمک خبر کن تا قرض خانواده تو پاک کنم، که یه دفعه دارک هم به زبان ژاپنی بهش میگه بلند شو تخم سگ. توشی با شنیدن ژاپنی حرف زدن دارک سوپاپ کج میکنه و بعدش دارک بهش میگه من همون پسر بچه‌ای هستم که پدر سگه مادرشو جلو چشاش سر برید، حالا بهم جای دختر لافیک رو میگی یا بکنم تو قوطی. اما توشی نم پس نمیده و دارک هم با چندین مشت سرشو له میکنه و بعدش لیزا میاد و ازش میخواد که اونو هم بکشه، چون اونجا فقط اون زنده مونده و مطمئنه که اون آدما میکشنش. اما دارک اونو نمیکشه و فقط یه چک میخوابونه زیر گوشش تا افراد یاکوزا کمتر بهش شک کنن. روز بعد یه عده گولاخ میان در خونه دارک که یه دفعه آیوی با کون لخت میاد بیرون و یه اسلحه رو میگیره سمتشون و اونا به دارک میگن شیهیرو میخواد ببینتت. دارک هم عین بوز میفته دنبالشون و اونجا میدن یه کچل توفسر شکنجش کنه، که یه دفعه شیگیرو وارد اون اتاق میشه و به اون ازگلا میگه هری بیرون. اونجا دارک میبینه که همین بلا رو سر لیزا آوردن، اما اون دارک رو لو نداده. یکم بعد اون پیر فرتود کینزو رو میبینیم که بقیه به خاطر مردن پسرش توشی بهش تسلیت میگن و بعدش اون از نوه شیگیرو میخواد که قاتل پسرش رو پیدا کنه. اون شب دارک لتوپار شده برمیگرده خونه و آیوی بعد دیدنش میبردش تو خونش و دارک همه چیز رو بهش توضیح میده و بعدش آیوی سرش رو میذاره رو پاش و لب شو میبوسه. روز بعد شیگیرو از لافیک اطلاعات میخواد و اون میگه کشتن پدرت کار یه مرد به اسم لیه. بعدش میبینیم که شیگیرو سر اون مرد رو به پدر بزرگش تقدیم میکنه، اما افرادشون آمار دقیق دارک رو در میارن و پروندهش رو به کینزو میدن. همون موقع دارک تو خونه آیوی بیدار میشه و بهش میگه باید برم یه دختر رو نجات بدم. قبل از رفتنش آیوی بهش قرص مسکن میده و میگه میتونی از ماشین من استفاده کنی، فقط لطفاً برگرد. بعدش هم میبینیم که اونا همدیگر رو میبوسن. اون شب لافیک به دارک خبر میده که دارن دخترشو میبرن که بکشنش. اون بلافاصله میره سراغشون و زمانی که میبینه میخوان دخترشو دار بزنن باهاشون درگیر میشه، اما اونا میزنن میکشنش و یکم بعد دارک میرسه اونجا. دارک میفهمه که اون دختر لافیک نیست و به جاش میخواستن لیزا رو دار بزنن. از اون طرف شیگیرو و افرادش میرن سراغ آیوی و شیگیرو آیوی رو کتک میزنه که بفهمه دارک کجاست، که تو همین لحظه دارک برمیگرده و شیگیرو چون ریده چاقوشو میذاره رو گردن آیوی و دارک به زبون ژاپنی باهاش حرف میزنه، اما شیگیرو مجبورش میکنه که زانو بزنه تا افرادش دستاشو ببندن. بعدش اون جلوی چشم دارک گردن آیوی رو
میبره و باعث مرگش میشه. اونا دارک رو میبرن پیش کینزو و اون به نوش شیگیرو میگه تو این حقو داری که خودت انتقام پدرتو بگیری. خلاصه اونا دارک رو با خودشون میبرن که بکشنش و بعدش اون چشمش به دختر لافیک میفته. اونا راه میفتن و بین راه دارک بهشون حمله میکنه. بعد از تصادف دارک دستشو باز میکنه و شیگیرو رو از ماشین میکشه بیرون و در حالی که داره مثل سگ بهش التماس میکنه با یه شمشیر سرشو قطع میکنه و انتقام مرگ آیوی رو میگیره. دارک فوراً خودش رو به ساختمون یاکوزا میرسونه و بعد اینکه چندین نگهبان رو به گوز عظما تحویل میده وارد آسانسور میشه که بره سراغ کینزو و اونجا بعد اینکه ننه نگهبانهای اصلی کینزو رو میذاره تو سایت تروب وارد اتاق کینزو میشه و میبینه اون پیر سگ دختر لافیک رو گروگان گرفته و از دارک میخواد که زانو بزنه و با خنجری که بهش میده خودش رو بکشه تا بذاره اون دختر زنده بمونه. خلاصه دارک اون خنجر رو میکنه تو معده خودش و بعدش کینزو برای امر خطیر گندگوزی بهش نزدیک میشه که دارک با همون خنجر کارشو میسازه و خودش هم میفته رو زمین. آخر داستان هم میبینیم که دختر لافیک از اونجایی که قبلا پرستار بود شروع میکنه به احیا کردنش و یکم بعد دارک به هوش میاد تا آخر داستان از سوراخ دختر لافیک بی بهره نمونه. برای دانلود این فیلم میتونید به کانال تلگرام ما که لینکش رو براتون پایین صفحه و داخل دیسکریپشن نوشتیم مراجعه کنید.